تفاوت بازیگری سینما و تئاتر. ادامه ویدیو رو با هم باشید. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جنیا سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم، رشادت بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبا دانشگاه تهران. طبق معمول قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم ازتون خواهش میکنم اگه کانال به دردتون میخوره، اگه ویدیو به دردتون میخوره، سابسکرایب کردن، زنگوله کنارش رو زدن، کامنت گذاشتن، لایک کردن به بیشتر دیده شدن کانال و ویدیو خیلی کمک میکنه. خب بریم سراغ موضوع خیلی خاص امروز. خیلی از بچه‌ها به من پیام میدن که تفاوت بازیگری تئاتر تو سینما در چیه، یا ما بازیگرا تو سفر بازیگریمون بارها باهاش مواجه میشیم که واقعا تفاوت بین بازیگری سینما و تئاتر توی چیه، و هیچ وقت هم به یه جواب درست حسابی نرسیدیم یا جواب درست درمونی به ما ندادن، با یک سری اصطلاحات ما رو سردرگم کردن و مدام توی این باتلاق گیر کردیم که آیا تفاوتی هست بین این دوتا؟ اگه تفاوتی هست، منی که به سینما علاقه دارم پس نرم سمت تئاتر، چیکار باید بکنم، واقعا چه تفاوتی هست بین اینا؟ در همین ابتدا من شمشیر رو از رو می‌بندم و بعد جلوتر تفاوت‌ها رو باز می‌کنم. شمشیری که می‌خوام از رو ببندم اینه: هیچ تفاوتی بین بازیگری سینما و تئاتر و نمایش رادیویی، تئاتر چگونه، تئاتر خیابانی، چه تئاتر صحنه‌ای، وجود نداره و از اساس بازیگری توی تمام این مدیوم ها یکیه، چه تلویزیون، چه سینما، چه تئاتر صحنه‌ای، چه تئاتر خیابونی، چه نمایش رادیویی. اول بگم که چرا از اساس یکیه. بازیگری بازیگریه، فرقی نداره که تو جلوی یک دوربین داری بازیگری میکنی، اون دوربین دوربین سینما باشه، مدیوم سینما باشه، چه اون دوربین دوربینی باشه برای یک کار سینمای خانگی یا یک سریال تلویزیونی، یک فیلم تلویزیونی، یا تو برای بر روی صحنه تئاتر داری بازیگری میکنی، هیچ فرقی نداره، تو از اساس داری بازیگری میکنی. کلمه بازیگری از یک واژه‌ای گرفته شده. اگه معادل انگلیسیشو من بخوام بگم خیلی کامل‌تره: acting. تو یک اکتی رو داری انجام میدی، تو یک عملی رو داری انجام میدی. اون اکت میتونه یک اکت محتوایی باشه، یک اکت درونی باشه، یا یک اکت فیزیکی باشه. من کاری به اکت فیزیکیش ندارم، اکت محتوایی منظور منه. توی اکت محتوایی، چه توی تئاتر بازی بکنی توی یک نمایشنامه، چه توی سینما بازی بکنی توی یک فیلمنامه، من سینما و تئاتر رو از این به بعد به کار میبرم. سینما منظورم مدیوم تلویزیونیشم هست، تئاتر منظورم انواع و اقسام تئاترهای صحنه‌ایه، حتی تئاتر خیابونی. تو وقتی که یک موقعیت رو بهت میدن، اون موقعیت یک اکتی پشتش هست، یک رویدادی پشتش هست. رویداد به چه معناست؟ مثلا من دارم میرم که دل یکی رو به دست بیارم. توی دیالوگا که این گفته نشده، توی فیلمنامه نمایشنامه که گفته نشده، ما کشفش میکنیم در لابلای قصه، در لابلای نمایشنامه. وقتی که نمایشنامه رو میخونیم، فیلمنامه رو میخونیم، میفهمیم که کاراکتر در این موقعیت داره میره که دل فلانی رو به دست بیاره، داره میره که فلانی رو گوشمالی بده، سر جاش بنشونتش. خب این هیچ فرقی نداره تو چه توی سینما بازیش بکنی، چه توی صحنه بازیش بکنی، چه توی تئاتر خیابانی بازیش بکنی، چه حتی توی یک نمایش رادیویی بازیش بکنی. اکت اون موقعیت خاص دل به دست آوردن یکیه، و این انرژی باید از من گوینده، حتی اگه یک نمایش رادیویی دارم بازی میکنم، باید از کلماتم بیاد بیرون. این خواسته، این نیت باید از بازی که دارم میکنم، کلماتی که دارم به کار میبرم، دیالوگایی که دارم استفاده میکنم باید بیاد بیرون. توی تئاترش و توی سینماش باید در روح و روان من، در چشمای من، در بازی من باشه این خواست که من دارم میرم دل یکی رو به دست بیارم. پس از اساس بازیگری بازی کردن رویداد هاست، که من یکیشو گفتم: به دست آوردن دل یک نفر، به دست آوردن عشق یک نفر، یک شخصی رو از خودم روندن، یک شخصی رو سر جاش نشوندن، دهن یکی رو سرویس کردن، یکی رو گول زدن، یکی رو به راه به بیراه کشوندن. انواع اقسام رویدادها داریم، دیالوگ ها روی این رویدادها سوار شدن. پس فرقی نداره من توی سینما دارم بازی میکنم یا توی تئاتر، من باید بتونم یک رویداد رو بازی بکنم، و انقدر توی این رویدادها، توی این افعال باید قبلا کار کرده باشم
انقدر دایره واژگان رویدادیم رو باید افزایش داده باشم، انقدر مشاهده کرده باشم جامعه‌مو که بابا الان پدر من که داره با مادرم در مورد غذا حرف میزنه، بابا غذا یه بهانه است، دیروز پدرم با مادرم دعوا کرد، الان به بهونه حرف زدن در مورد غذا داره دلش به دست میاره. پس این دیالوگ ها هیچ دیالوگ هایی که بین این دو نفر داره رد و بدل میشه، چیزی که اون زیر هست پدر من داره از دل مادرم در میاره با زبون بی زبونی، با یک زبان دیگه ای، با یک کلمات دیگه ای، با یک دیالوگ های دیگه ای. پدر که نمیگه من الان دارم از دل تو در میارم که چه میدونم دارم در مورد غذا با تو دارم ارتباط کامیونیکیشن برقرار میکنم، ارتباط با تو قرار میکنم برقرار میکنم ای همسر به خاطر اون دعوایی که ما، نه اینا در پس دیالوگ هاست، اینا پشت دیالوگ هاست. پس اساس بازیگری در هر مدیومی یکیه، حتی توی یک نمایش رادیویی، توی یک نمایش رادیویی درست ما فقط کلام رو داریم، دیالوگ رو داریم و هیچ وقت خودمون بازیگر رو نمیبینیم. یا توی انیمیشن، چرا توی سینمای هالیوود انگار خفن ترین توی انیمیشن ها بازیگرای انیمیشنیشون هم از بازیگر خوب استفاده میکنن؟ دلیلش چی از سوپر استاراشون استفاده میکنن جدای این که فقط اسمش به عنوان برند بخوره توی فیلم؟ نه، این بازیگرها بلدن بازیگری رو، این بازیگرها بلدن وقتی که دیالوگ به اونا داده میشه، وقتی اون دیالوگ رو میگن روحی پشت این دیالوگ گفتنشون هست، یک زندگی پشت این دیالوگ گفتنشون هست که تو ارتباط برقرار میکنی. برای همین با نمایش رادیویی خوب ارتباط خوب برقرار میکنی، چون بازیگر داره کارشو میکنه. و حتی اگه اتفاقا توی اونجا باشید بازیگر رو اگر ببینید، درست جلوی یک میکروفون داره بازیگریشو میکنه، اما وقتی که میبینید، میبینید این بازیگر چقدر پرشور داره بازی میکنه، انگار نه انگار فقط یک میکروفون جلوشه و صداش رو ما قراره بشنویم توی اون نمایش رادیویی، انگار تو دوست داری خود اون بازیگر رو هم ببینی، انگار نه انگار جلوی میکروفون، انگار جلوی دوربین داره بازی میکنه، انگار روی صحنه داره بازی میکنه، انقدر پرشور داره دیالوگا رو میگه، انقدر باورپذیر داره دیالوگا رو میگه. اساس بازیگری همه جا یکیه، تفاوت‌هاشون کجاست؟ الان میگم. از تئاتر شروع بکنیم. ما چندین مدل سالن تئاتر داریم. ما یه سالن تئاتر داریم بلک باکسه. بازیگر خیلی به تماشاگر نزدیکه. توی بلک باکس هم متفاوته. بلک باکسی رو داریم که خیلی دیگه تماشاگر نزدیکه به بازیگر. بلک باکسی رو داریم یکم بیشتر فاصله داره. یه سالونی داریم قاب صحنه‌ایه. بازیگر فاصله داره از مخاطبی که روبروشه. و همین فاصله ها و همین مدیوم ها و سالن های مختلف یا یک تئاتر خیابانی. تصور بکنید بازیگری که توی یک تئاتر خیابانی کار میکنه، اون همه سر و صدا، صدای بوق ماشین و و و و این مخاطبانی که تلفنشون خاموش نیست، هر لحظه ممکنه نمایش رو یک لحظه از دست بدن، دوست داشته باشن راحت میتونن برن. با توجه به مدیوم های مختلف، اساس بازیگری که اون رویداد رو ما باید بازی بکنیم، اما اون بازی که توی یک تئاتر قاب صحنه میکنی متفاوت تر با اون بازی که توی بلک باکس داری انجام میدی، چون تو بلک باکس نزدیکتری، حرکاتت راحت تر دیده میشه، اما وقتی که تو توی تالار وحدت داری بازی میکنی و مترها از مخاطب دوری، تو نمیتونی مثلا با یه چشمک اینجوری بگی که من الان یه بازی کردی، مثلا میخوای یه گول بزنی یه چشمک بزنی، این دیده نمیشه، حتی مخاطبای ردیف جلویی هم نمیبیننش. پس اونجا بازی تو مناسب اون مدیوم، از حرکات فیزیکالتر بیشتری باید اینو بگی که آقا منی که الان چندین متر اون مخاطب از من دوره و این چشمک منو نمیبینه، پس من باید از یک حرکات درشتری باید استفاده بکنم. اما اساس رویداد که اون روح لحظه است اتفاقی نباید براش بیفته. و این هنر سخت بازیگریه که من در مقام بازیگر، منو توی تئاتر بلک باکس بذارن مناسب اون بلک باکس بازی میکنم، تماشاگر بهم نزدیکتره، راحت تر منو میبینه. توی قاب صحنه‌ای بازی بکنم، تماشاگر از من دورتر، مناسب اون بازی میکنم. توی نمایش رادیویی میفهمم که فقط صدای من رو داره میشنوه، پس تمام انرژی من میاد توی صدام، توی کلماتم، از من بادی لنگویجی نمیبینه، چشمای منو نمیبینه. این توی تئاتر. توی سینما هم این تفاوت‌ها وجود داره، به همون اندازه‌ای که توی تئاتر وجود داره، بازیگری توی سینما هم متفاوته. پلانی که شما از من دارید می‌بینید یک مدیوم شاته، من اگه بیام جلوتر و تبدیلش کنم به کلوزآپ، فرق می‌کنه بازی من که شما فقط گردن به بالای منو می‌بینی، صورت منو می‌بینی، تا اینکه ازتون فاصله می‌گیرم. خب وقتی که صورت منو می‌بینی، تماماً چشمای من درگیره، صورت من درگیره، کوچکترین پلکای صورت، کوچکترین حرکت صورت روی اون پرده عریض و درشت سینما
بیشتر دیده میشه. یه اصطلاحی هست بین کارگردانان سینما، مدام به بازیگرانشون میگن کمتر 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 کمتر، یعنی هی کمتر نشون بده، کمتر نشون بده، کمتر نشون بده، کمتر نشون بده. چرا؟ چون میگه آقا من مدیوم شات تو رو دارم، من کلوزآپ تو رو دارم و این کلوزآپ تو قرار بیاد روی پرده چند متری سینما و کوچکترین حرکت صورت تو چندین برابر دیده میشه. برای همین کنترل شده تر باید بازی بکنی وقتی که کلوزآپته. اما توی خود همون سینما گاهی وقتا لانگ شات از شما میگیرن. لانگ شات یعنی چی؟ یعنی از یک فاصله دور از کف پا تا فرق سر دیده میشه توی نما، یا اکستریم لانگ شات. یعنی تو بازیگر رو میبینیم که فقط یه شکلی از بازیگر رو میبینیم. خب اون بازیگر هر احساسی هم تو صورتش باشه ما که نمیبینیم. ممکنه بازیگر بگه من چقدر خوب گریه کردم، چرا بازی من دیده نمیشه؟ میگه آقا تو اکستریم لانگ شاتی، ما اصلا تو رو یه به عنوان یه چوب کبریت داریم تو رو توی نما میبینیم. طبیعتاً ریاکشن صورتت رو دیده نمیشه مگر اینکه تقطیع بکنه پلان بیاد یا کلوزآپ هم کنار اون اکستریم لانگ شات از تو گرفته بشه، یا اینسرت چشما هم از تو گرفته بشه که روح کاراکتر اگر نابود شده ما روح کاراکتر رو ببینیم از اینسرت، از چشماش میخوایم ببینیم، از کلوزآپ از صورتش میخوایم ببینیم، که میگن چشم‌ها دریچه ورود به روح انسانه. پس توی سینما هم باید تو مناسب اون پلانت بازی بکنی. هم کارگردان کمکت میکنه، هم گاهی وقتا تصویربردار کمک میکنه، بهت میگن پلانا چیه و اینکه خودت باید اینا رو بدونی. حالا جلوتر میگم اینا رو چه جوری میشه تو اینا مهارت پیدا کرد.